بسم الله الرحمن الرحيم. لمحمد خير الشمائل وكمله وهي الدلائل أخلاقه. الحمد لله رب العالمين، وخير العاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بینندگان عزتمند، مسلمانان دین دوست، خواهران و برادران، وطنداران و هموطنان ما در داخل افغانستان و خارج از افغانستان، آنان که الله و رسول را دوست دارید و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم را جز ایمانتان، چنانچه خدایتان برایتان فرموده، جز ایمانتان میدانید، و آنانی که با این آیات پروردگار ایمان دارید که پیامبر را النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهات المؤمنین و امهاتهم، با این آیات ایمان دارید و قرآن را خواندید و با قرآن ایمان دارید که پیامبر بهتر و اولا و معزز است نسبت به نفس انسان ها و به اولاد و عشیره، از همه کرده برتر است. می خواهیم که این برنامه ما خاص به معرفی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، فضیلتش، علمیتش، برتریش، اون سیادت و بزرگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دیدگاه قرآن، فقط می خواهیم که آیات های قرآن عظیم شان را در پیرامون عظمت و بزرگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، در علم رسول الله صلی الله علیه و سلم که بعد از الله رب العزت عالم ترین مخلوقات بوده و به همه علومی که نیاز آن زمان بود و برای هدایت و رهنمود بشریت بود و آن چیزی که ضرورت و الهی بود وحی شده بود برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و برای سعادت و نیکبختی دنیا و آخرت انسان بود، پیامبر علیه الصلاه و السلام عالم تر بود با آن. می خواهیم فقط از قرآن عظیم شان ثابت کنم تا آنهایی که خود را قرآنیون می دانند ولی به قرآن ایمان ندارند و فقط یک ابزار قرار می تن برای اهداف پروژویشان و برای دین ستیزی کتاب های مستشرقین را مطالعه کردن و فقط به عنوان یک ابزار خود را پیرو قرآن می دانند، حالان که هیچ ربط با قرآن ندارند و هیچ قرآن عظیمشان را نمی دانند، نمی فهمند و حتی ایدهشان قرآن را از روی خوانده نمی تانند، یعنی عربی قرآن را خوانده نمی تانند، آیات را، صورتها را غلط می خوانند. یکی از ایشان میگه سوره احراف، سوره اعراف، دیگهش میگه سوره انفال و امو آقا یک جای دیگه میگه سوره ماهده، در حالی که در کل قرآن به نام سوره اعراف نداریم، در کل قرآن عظیمشان سوره انفال نداریم، در کل قرآن عظیمشان سوره ماهده نداریم، سوره مائده داریم، سوره انفال داریم، سوره اعراف داریم. این آقایی که قرآن را از روی خوانده نمیتونه، او چگونه بتونه که از قرآن حمایت کنه، خود را معلم قرآن و کسی معرفی کنه که ما قرآن مطالعه کردیم. ما می خواهیم که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فضیلت، بزرگی، شرف آن را که تا گستاخان رسول، آنانی که در مقابل رسول الله بی ادبی میکنن، آنانی که در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم سوی ادب دارن و بی ادب هستند در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم، بدانند که الله چقدر رسول الله را دوست داره و در قرآن چقدر فضیلت و عزت برای رسول الله داده. اولین آیات سوره مبارکه انعام، سوره الانعام آیه 162 و 163، این سوره مبارکه الله جل جلاله برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا اول المسلمین. این آیه مبارکه در سوره مبارکه الانعام
162 و 163 آمده. در اینجا پروردگار مولا جل جلاله رسول الله را مأمور می سازه تا بگو ای رسول که یقینا نماز من، عبادت های من، عبادت های جانی، مالی، قربانی ها، همه که در راه الله تقدیم میشه، زندگی و مرگم خاص برای پروردگار عالمیان است. هی او خدایی که هی شریک برای او نیست و به می کار من مأمور شدم و انا اول المؤمنین و ما اول المسلمین و ما اولین مسلمان هستم. کلمه اول، آنانی که عربی می دانن، آنانی که کور نمی خوانن، آنانی که خوب بلدن که کلمه اول در زبان عربی به معنای اولین، بالاترین، بهترین، کاملترین است. این کلمه را، کلمه اول المسلمین و اول المؤمنین، معنای این را نمیده که یعنی اولین کسی که مسلمان شده رسول الله است. نه، قبل از این هم پیامبران دیگه بودند که هنوز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تولد نشده بودند. اونا هم مؤمنا بودند، از نگاه زمانی اونا مقدم بودند. به معنای کامل، مؤمن کامل، مؤمن اول، مؤمنی که در صف نخست، مؤمنی که در ردیف اول ایمان قرار داره، کاملترین ایمان ها را داره، این پیامبر است. قرآن برش میگه که انا اول المؤمنین، ما اولین مؤمن استم. این از این معلوم میشه که رسول علیه السلام مؤمن کامل بوده، کمال ایمان را رسول الله داشته، در صدر ایمان ها کاملترین ایمان را محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم داشته. آیه دیگری که الله متعال جل جلاله پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه را بزرگی و عظمت عزیرا، اون سجایای والای عزیرا معرفی میکنه در سوره مبارکه القلم، سوره قلم چهارمین آیاتش میفرماید و انک لعلى خلق عظیم، یقینا تو پیامبر بر اخلاق خیلی بزرگ استی، تو اخلاق عظیم داری. و آنانی که زبان قرآن را می دانن، به زبان قرآن بلدیت دارن، قرآن را می فهمن و ای را می دانن که کلمه علا به معنای تسلط کامل، دارنده کامل، متصرف کامل، یعنی بر استیلا، بر استعلا و استیلا دلالت می کنه. یعنی پیامبر تو با اخلاق کامل استی، یعنی زیست تو بالاترین اخلاق را تو داری پیامبر. در پهلوی ازی که مؤمن کامل استی، در پهلوی ازی که شخص کامل استی، در پهلوی ازی که دانشمند خوب استی، بزرگترین و عالمترین استی، از نگاه سجایای اخلاقی هم جایگاه نخست و بالاترین جایگاه را داری که ام المؤمنین هم فرموده که وکان خلقه القرآن، اخلاق پیامبر قرآن بوده، سراپا قرآن. سومین دلایل، الله جل جلاله پیرامون پیامبر علیه الصلاه و السلام میفرماید که پیامبر، آنانی که به تو اساعت و بی‌ادبی میکنند، آنانی که سخنان تو را تکذیب میکنند، آنانی که سخنان تو را نمیپذیرند، بدان که اونها و کردلان الله را تکذیب میکنند. میفرماید در سوره مبارکه الانعام آیه 33، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. معنای آیاتی است، یقینا ما میدانیم ای پیامبر که تو را غمگین میسازه اون سخنانی که اونا به پیرامون تو میگن، سخنانی که پشت سر تو میگن. پیامبر تو را غمگین میسازه، تو را خفه میسازن، ولی بدان که ایشان در شخصیت و ذات تو نقد کرده نمیتونن، چون ذات تو خیلی بالاست از این که اونا نقد کنن، اونا او را به مسخره بگیرن، اونا او را به توهین و تحقیر بگیرن. و میدانن که تو شخص صادق هستی، میدانن که تو شخص امین هستی، میدانن که تو هیچگاه انسانی نبودی که خیانت کرده باشی، دروغ گفته باشی، گناه کرده باشی. انسانی بودی که در طول تاریخ برای ازیا ثابت بود که اینا تو انسان معصوم هستی، قبل از نبوتت هم باور داشتن. اما ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون، ظالما به آیات پروردگار انکار میکنن. اینا در حقیقت با قرآن مشکل دارن.
آن چیزی را که اینا به نام حدیث رد میکنن اصلا با حدیث مشکلی است یا به حقیقت با قرآن است، ولی مستقیم جرأت کرده نمیتونن قرآن بگوین، میخواین ریشه هایش از دور قیچی کنن و بعض وقتی که شاخچه ها را قیچی کنن تنی بارور و غنی و پرمیوه و پرشاخه اسلام که از قرآن الله رب العزت شروع و به احادیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که شرح هم قرآن است، در تفصیل هم قرآن است، در بیان هم قرآن است و برای فهم قرآن عظیم شان است، آنجایی که قرآن عظیم شان به طور کوتاه گفته احادیث رسول الله او را تفصیل داده، آنجایی که قرآن اشاره کرده نبی علیه صلات و سلام در حدیثش او را بست کرده، شرح کرده، واضح ساخته و مراد و مفهومی که الله رب العزت از او آیات ها داشت او را بیان کرده. در اونجا دیده می شود که پیامبر میگن که پیامبر اینایی که تو را رد میکنن حقا که قرآن را رد میکنن، به آیات الله تکذیب میکنن. دلیل چهارم، ما حدود بیشتر از 30 دلیل جمع کردیم و این سلسله دوام داره، ما بسیار زیاد از فقط از قرآن میخواییم که اونایی که خود را دعوای دروغین میکنه که ما به قرآن از قرآن دلیل میگیم، اونا بدانن که قرآن را نمیدانن، بدانن که اونها با قرآن دشمن قرآن هستن، با قرآن عظیمشان مشکل دارن، قرآن نمیفهمن، فقط کتاب های مستشرقینی که ترجمه کرده اون کتاب های مستشرقین ها که در حقیقت برای تحریف اسلام اونا کتاب نگاشتن او را خواندن و از او فهم و برداشت دین از اونا گرفتن، نه از خود قرآن و نه از خود پیامبر. به او خاطر ما دلایل از قرآن عظیمشان جمع کردیم، تنها از قرآن برتان دلیل بیان میکنم و آیات های قرآن میخوانم و شما قضاوت کنین، سخنان از اونا را هم طبعا شنیدین یا مشنوین و اگر نشنیدین بشنوین به اتباع به عنوان تحقیقتان که براتان معلوم شوه که با قرآن چقدر در فاصله هستن و چقدر قرآن اینا تحریف میکنن و چقدر با قرآن مشکل دارن اینا، چقدر از قرآن جاهل و بیخبر هستن از قرآن عظیمشان که از روی خواندن میتونن، چی خواستا که او ترجمه شه بفهمه، فهم شه بفهمه. اگر یک کس یک لیتر روسی را برای ما، یک نامه روسی را بیاره و برای ما بگوید، طبعا ما زبان انگلیسی را میفهم دی و قدر الفابت روسی را شاید ما بفهمم، ما شاید الفابتش را بدانم، اگر برای ما بیاره و از روی ما خوانده نتانم و ما بگویم که من این را ترجمه میکنم، خیلی قابل تمسخر است. اونایی که قرآن از روی خوانده نمیتانن میان در فحوای از او حرف میزنن، در ترجمه و در مفهوم از او حرف میزنن، معلوم میشود که و قرآن نخوانده نمیفهمن، فقط یک بهانه است. دلیل چهارم، الله متعال راجع به پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگی و عظمتش میفرماید، این کل خطاب به رسول الله است، همهش فقط محور رسول الله است، ما میخواهیم رسول محوری را در قرآن نشان بدم که چقدر قرآن عظیم شان، چون کتابی از برای رسول آمده، آورنده از این کتاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است، مالک کتاب گویندیش الله است و و و کسی که نازل شده و امانت داری از او برای بشریت رساند رسول الله است. طبعا موضوع قرآن عظیم شان که قرآن عظیم شان خوب شرح و بست میکنه، طبعا معلوم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم است. دلیل چهارم، الله میفرماید فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید و جئنا بک على هؤلاء شهیدا، سوره مبارکه النساء آیه 41. الله دی آیه میفرماید پس چی گونه باشه حال اون زمانی که اون روزی که از هر امت گواهی را بیاوریم و تو را بیاوریم بر همه اینا گواه، بالای گواهان تو گواه باشی. این فضیلت دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نشان میده که این جناب رسالت مآب صلی الله علیه و سلم گواه گواهان است، یعنی تمام بشریت پیامبرانش میآیه گواهی میده بر در روز قیامت آنچه که الله پیشان شهادت و گواهی میخواه و رسول علیه السلام بالای گواهان گواه است. این خیلی مقام بالاست. به طور مثال در یک جا شهود قاضی کار داره، شهیدا و گواها را کار داره، این گواهان و شاهدان میآیه، قاضی برای تزکیه شهود، برای برتری کسی دیگه که بیایه بگه که بله من شهادت میدم که این گواهان انسانهای صادق، انسانهای امین، انسانهای غیر خائن است، شما فکر میگونی چی مقام بالایی رو شخص برای خود کسب کرده، چقدر امتیاز بالا داره که شهادت ازی
تایید شهادت های گذشته را میکنه، یعنی شهادت های گذشته را مور صحت شهادت عظیم میگذاره. از او خاطر الله رسول الله را بالاترین مقام داده، میفرماید که در میان پیغمبران گواه پیغمبران تو هستی، پیغمبران الهی گواهی میدهند و رسول الله صلی الله علیه و سلم تایید گواهی از اونها را میکنه و برایشان به گواهی از اونا قول میکنه، میفرمایه برایشان که اون زمانی که گواهان بیایه و تو بالای گواهی اونا گواه باشی، این چی مقام بالاست، این چقدر فضیلت است. آیا در مقابل چنین پیغمبر گستاخی، چنین پیغمبر را با سبک ذکر کردن واقعا خدا را خفه ساختن نیست؟ واقعا با خدا دشمنی نیست؟ واقعا توهین به الله جل جلاله و به رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست؟ الله میگه که او گواه گواهان است، بالای گواهان گواه میه و ای او را به استهزا و به تمسخر میگیره و با خیلی کلماتی که هر شنونده احساس میکنه که این آقا مسخره کرده رایست، ای آقا دارک یک تحقیرآمیز و توهین آمیز ذکر میکنه پیامبر را. دلیل پنجمی که از قرآن خدمتتان ذکر شوه، الله متعال میفرمایه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سوره مبارکه الانبیا آیه 107، الله میگه نفرستادیم محمد تو را مگر رحمت برای همه عالمیان، برای تمامی بشریت، برای همه عالمیان رحمت است. این پیغمبری که برای جمیع عالمیان رحمت باشه، آیا این پیغمبر را سبک و به کلمات ناسزایی که در مقابل پدر خود، اونایی که گویندی کلمات هستند راضی نیستند که در مقابل پدرش چنین کلمات استعمال شود، و هیچ کدام ما راضی نیستیم که در مقابل خودمان یا بزرگای ما یا پدر و مادرمان چنین کلمات و چنین خطابهای گستاخانه و توهین‌آمیز ذکر شود و در مقابل رسول الله اونا ذکر میکنن؟ این چقدر جفای بزرگ با رسول الله است و چقدر دشمنی بزرگ با رسول الله است، و دشمنی با رسول الله دشمنی با الله است، چون در قرآن عظیم شان میفرماید که دشمنی با رسول، دشمنی و من یعص الله و من یعص الرسول فقد عصى الله، کسی که نافرمانی رسول الله را میکنه نافرمانی الله را میکنه. من اطاع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از رسول الله اطاعت میکنه از الله اطاعت کرده. و الله رب العزت هم در قرآن عظیم شان میفرماید که اولیا، چون پیغمبر الهی بزرگترین و بزرگترین ولی الله بوده و دوست الله بوده، این ولی الله یقینا میگه این ولی الله یقینا ولی من الله است، دوست من الله است. و هو یتولى الصالحین، الله دوست داره صالحا را، به دوستای الله دشمنی کردن. و میفرماید که الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. و با دوستان الله دشمنی کردن دشمنی با الله است و طبیعی هم است. دلیل ششم الله متعال جل جلاله. پس دلیل پنجم رحمت برای جمیع بشریت است. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای همه بشریت رحمت است، برای همه مخلوقات رحمت است. عالم غیر از الله همه مخلوقات را عالم میگه، همه نظام نچرال و طبیعی که ما در کائنات داریم، همه زندگی فیزیک و میتافیزیک، زندگی که سه بود و بود چهارم است، به اصطلاح انگلیسا 3 دایمنشن و 4 دایمنشن، همه از یا عالمین است، یعنی بغیر از الله همه مخلوقات عالمین است، برای همه اش رحمت است، به شمول آنانی که گستاخی در مقابل رسول الله دارن، بی ادبی در مقابل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارن، و اینا هم برای از یام رسول الله رحمت است، یعنی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای همه ایشان رحمت است. دلیل ششم الله میفرماید در سوره احزاب آیه 40 و ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی الله علیه و سلم پدر یکی از شما نیست، روابط قرابت نسبی با شما نداره، نه تعامل پدرانه با او کنین، یعنی میشود با پدر آدم کار کنه، میشود در مقابل پدر آدم یگان وقت پدر یک چیز بگه دلت نباشه، اما یادت باشه که رسول بالاتر از پدر است، بالاتر از پدر است. ما کان محمد ابا احدکم، یعنی طبیعی است که آدم بالاترین موقف را در اجتماع برای پدر خود میده، عزت و قدر و وقار را برای پدر خود، ولی یادت باشه که رسول علیه السلام از پدر کده بالاست. میفرمه ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نیست محمد پدر یکی از مردایتان، ولکن رسول الله، رسول الله است، خیلی مقامش از پدر بودن بالاست،
مقامش فرستاده و نماینده الله در روی زمین است، رسول الله است، آورنده و امین این کتاب است. چرا به می آقاهایی که اونایی که توهین میکنن برای از قرآن رسول الله رو توهین میکنن، تحقیر میکنن، بس سبک یاد میکنن رسول، چرا به اینا قرآن نمیاد؟ چون اهلیت نداره و رسول ایسا الله دوست داره که قرآن سرش میفرمایه ولیکن رسول الله، رسول الله هست، رسول الله هست و خاتم النبیین، خاتم پیامبران است، ختم شده سلسله نبوت بر آن، بالاترین مقام را داره، زینت ختم نبوت را الله برای او نصیب ساخته، ولیکن خاتم و خاتم النبیین، ختم پیامبران با واسطه این است، پیامبران الهی را سلسلهش با واسطه رسول الله ختم شده، بالاترین مقامی که تمام پیامبران الهی آنچه داشتند محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اون مقام را به بالاترینش نائل کرد و به بالاترین مقامی که ختم نبوت است، ختم مرتبه نبوت است، الله برای او داد. این پیغمبر خیلی شأنش بلند است، از اینکه دشمنان برایش گستاخی کنند. و کان الله بكل شيء عليما، الله جل جلاله بر همه چیز دانا هست، عالم است، الله رب العزت بر همه چیز میفهمه. ایره میفهمید الله میدانست که محمد اینقدر شأن بالا داره، اینقدر انسان، اینقدر دانشمند بزرگ است، اینقدر عالم بزرگ است که کتاب الله را امینش است و تمام علومی که در کتاب الله جل جلاله است، تمام علوم به شمول علوم ساینسی که امروز است، آنانی که قرآن را کتاب غیر ساینتیفیک میخوانه و غیر علمی میخوانه، بدانند که قرآن را نخواندن، نمیدانند قرآن را، فهم از قرآن ندارند، اصلا اونا علوم نمیدانند، معنای علم نمیدانند، مفهوم علم نمیدانند، اونا بی خبر از این هستند که کلت علمور که دانشمند بود و میگه که قرآن کتاب علمی است، ثابت میشه چون رشته ایش است. این آقایان کدام رشته دارن؟ بگوین که آیا بیولوژی یاد دارن؟ اون دانشمند بیولوژی جنین شناسی است میگه. ویلدورانت دانشمند است، اعتراف میکنه. جواهر لال نهرو نسبتا سیاستمدار و دانشمند و چیز فهم بود، اعتراف میکنه. مهاتما گاندی دانشمند است، اعتراف میکنه. گوستاو بون دانشمند است، اعتراف میکنه. گوایدر دانشمند است، اعتراف میکنه. ولوتر دانشمند است، اعتراف میکنه. به می شکل دانشمندای بزرگ دنیا به او اعتراف میکنه. این آقایی که اعتراف نمیکنه معلوم می شود که او هنوز معنای ساینس نمیفهمه، معنای علوم نمیفهمه. اون خبر نداره که دیگه قرآن از آسمان ها حرف زده، این قرآن از مدار حرف میزنه، این قرآن از کائنات حرف میزنه، این از پرده های اوزون حرف میزنه. قرآن عظیم شان مدارها آمده و کل فی فلک یسبحون، از حرکت های وضیع انتقالی حرف میزنه قرآن. او آقا قرآن نخوانده، نمیفهمه قرآن عظیم شان را. وقتی که قرآن از روی خوانده نتانه، کجای قرآن عظیم شان او تفسیر میکنه، کجایش ترجمه میکنه، شما در طول ببینید که کدام جای این قرآن از روی بخوانه، کدام آیت قرآن عظیم شان از روی میفهمه. که اگر از روی بخوانم کلی سر میفهمه که قرآن این قرآن شناس نیست، از قرآن بی خبر است، به خاطر الفاظ قرآن نمیخوانه، به جای از او ترجمه فارسی کتابایی که آسان است اما ترجمه فارسی ش میخوانه و نام سوره ها را درست گرفته نمیتونه. دیگه شما فکر کنید. و ما به حال اونای افسوس میخورم که هنوز هم نادانسته دنباله رو هستند و اونا بعضشان واقعا انسانهای مخلص هستند، خیلی انسان‌های خداجو هستند، میخواین خدا را از طریق ازو پیدا کنن و میخواین که سعادت و نیکبختی را پیدا کن، اما کجا؟ ترسم به کعبه نرسی ای اعرابی که این راه که تو میروی به ترکستان است. ما خیلی خیلی یعنی واقعا میخواهیم حتی برای خودش دعای هدایت کردیم، خدا را قسم است با ما اونا مشکل شخصی نداره، چون ما کدام چی با اونا ندارم، کدام پلوان شریکی ندارم، فقط را ما از عقیده، از پیامبر دفاع میکنم، از قرآن دفاع میکنم، از قرآنی که بالای پیامبر آمده و پیامبری که این قرآن را برای ما بیان کرده ما از او دفاع میکنم. ورنه شخصی هیچ چیز نه بر ما کرده میتونه، هیچ چیز کرده نمیتونه و هیچ غلطی هم کرده نمیتونه، هیچ چیز کرده نمیتونه جز از اینکه یک چند بلوف بزنه، لاف بزنه. و ما هم تصمیمی ندارم چیز کنم، و چون میدانم که این میلیاردها میلیون ها انسان هستند غیر مسلمان است، اونا همه ایش در شأن پیغمبر ادب ندارن،
ما با هر چی بیشتر با کدامش و خدا می اجازه را برای من نداده که با هر کسی ما دست و گریبان بسازم، ولی دفاع از قرآن آنچه که حق است الله برام گفته که بگو، در قرآن عظیم شان گفته بگو و من میگم، چون من به قرآن الله ایمان دارم و خود را مأمور میدانم و بدون ترس هم میگم، چون انسانی که هدفمند باشه و هیچگاه ترس نداره. ما هدف بسیار بالا داریم، هدف نجات بشریت داریم. طبعا به خاطر نجات بشریت آدم قربانی میده، به خاطر نجات بشریت خود را قربان میساز تا بشریت را نجات بده. چنانچه پیامبران الهی کار کردند، چنانچه رجل مؤمنی که قصهش در سوره المؤمن آمده، صاحب یاسین که سوره در سوره یاسین قصهش آمده، و پیامبران الهی که در طول تاریخ آمدن، اونا برای نجات بشریت قربانی دادن، خود را قربان ساخت تا بشر را نجات بده. به مو خاطر آنانی که بر آخرت باور دارن هیچگاه از تهدید و دروغ و دشنام ها و گستاخی هایی که در مقابل میشه و سوی ادبی که در مقابلشان میشه اصلا سرشان تأثیر نمی کنه. و ما یکی از جمله شان هستم الحمدلله، چون رهروی پیغمبرای الهی هستم. این تو اختارهایی که اینا میتن، اینا خود دروغ میگن، کارم کرده نمیتونن، ولی پیغمبرای الهی را کسانی که اختار میدادن بعضشان کارا را میکردن، بعضشان چنان جرأت داشتن که او کارا را میکردن، اینا جرأت هم ندارن. چرا؟ اینا از اولاد خود تیر نمیشن، از شهوت خود تیر نمیشن، از پول خود تیر نمیشن، این کارا را کسی میکنه از همه چیز خود تیر میشه. هتلر میگفت کارا میکنم میکرد، هلاکو میگفت میکنم میکرد، مسلمی میگفت میکنم میکرد. اینا میگن نمیتونن کردن، نمیکنن نمیتونن کردن، ناق بلوف میزنن، لاف میزنن و فقط بخواین که یک چند تا مثل خودشان رو تحت تاثیر قرار بدن. و وا غافل از اینکه نه، ما در راه خود که روان هستیم سالها شده، سالها شده، 5 سال نشده، 10 سال نشده، 20 سال، بالاتر از 20 سال ما در راه خود روان هستیم و خیلی خوبم روان هستیم. حدود 30 سال آنچه را که فهمی که من از دین دارم روان هستم و حسیب بعدم روان هستم و الحمدلله در ای را مرگ را عزت و افتخار و آخرین آرزوی خود میدانم که در راه هدفم بمیرم، در راه هدفم بمیرم، قتلم شهادت، زندانم خلوت و تبعیدم سیاحت من است. از دشمنانم بر من چی توان کرد و دشمنان پیامبر با من چی توان کرد؟ هیچ چیز کرده نمیتونه جز از اینکه لاف بزنن و حرف گزافه گویی کنن. و ما تا امروز در حق کسی گستاخی نمیکنیم، بی ادبی هم نمیکنیم و این عادت ما هم نیست، چون خداوند فضل کرده بر ما، علم داده و ما آموختیم از مکتب نبوت، از قرآنی که الله روان کرده برامون ادب یاد داده. لذا ما با کل مؤدبانه برخورد میکنیم، ولی از نوامیس الهی دفاع میکنیم که پیامبر جل صلی الله علیه وسلم نماینده الله جل جلاله در روی زمین است، از او هم دفاع را جزء از ایمان خود میدانیم، چون الله گفته که او خاتم النبیین است و بر همه چیز الله عالم بود که به پیامبر رسالت بزرگ داد، چون پیامبر اعلم ساخته. الله چیزی که به پیامبر داده بود دیگرها خالی از او هستند، خیلی علم بالا داشت. دلیل هفتم، الله متعال بفرمای بل جاء بالحق و صدق المرسلین، راجب رسول الله صلی الله علیه وسلم در سوره مبارکه صافات آیه 37، سوره الصافات آیه 37 الله میفرمای بل جاء بالحق، بلکه آمده این محمد رسول الله به حق، و صدق المرسلین، و تصدیق میکنه پیغمبرای الهی را. این شخص گستاخ نیست، یکتاز نیست، از خود چیز را نمیگه. این شخصی نیست که بیا بدعت کنه. ما کنتو بدعا من الرسل، در قرآن آمد من نیستم که چیز جدید را پیدا کنم، ما به راه روی پیغمبرای گذشته هستم. تصدیق میکنه راه پیغمبرای دیگر. اینها رسول الله، محمد رسول الله را توهین و تحقیر و سبک میگن. خود بالمقابل در مقابل سایر پیغمبرای الهی، اگر در مقابل عیسی علیه السلام بگویی، چون قسمتی از تمویلشان از طرف اونایی میشه که خود را منسوب به عیسی علیه السلام میدانن، دیده میشود که در مقابل از او باز توقف دارن. بقیه بحث ما به درس دوم ان شاء الله العزیز در خدمت شما بودیم و این سلسله دوام داره. بقیه درس های ما را هم تعقیب کنیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لمحمد خير الشمائل وكمله وهي الدلائل، أخلاقه القرآن والرحمن في التنزيل قال.
القرآن والرحمن في التنزيل قائل صلى عليه حبيبه دوما فما أحلى الفضاء صلى عليه حبيبه دوما فما أحلى الفضاء صلى عليه حبيبه دوما فما مصطفى وكفاك في أوصافه الحسن ما